یکی از صنایع دستی ارزشمند شهر بجنورد که شکر خدا هنوز رونق داره و هستن افرادی که دارن به این کار در واقع مشغول هستن و دارن این کار رو انجام میدن، بحث مسگری هستش. ما مسگری رو در شهرهای مرکزی و جنوبی کشورمون تقریبا داریم، مثل حالا کاشان رو که خودم میدونم یه بازاری دارن به نام بازار مسگرها معروف هست، توی کرمان آوازا شنیدم توی زنجان هست و اینجا تو بجنورد در خراسان شمالی هم مسگری رونق داشته. رونق داشته یا رونق داره آقای خراسانی؟ رونق داشت. ما 13 تا کاسب بودم. خب هفته 18 ریال میگرفتیم. هفته 18 ریال. هفته 1333. درست. هفته 18 ریال. آها. مثلا صبح قلف مداد میگو اینا تمام کن. استاکار میگو من نون ترازو خوردم. آه. مگو اگر یک کیلو اضافه درست کنی ده چی اضافه مدم. ده شایی. درست. ده پول ده شایی بود. درست. چیزی حدود تقریبا 60 سال پیش، 65 سال پیش رو صحبت میکنین ازش. بعد الان از اون 13 نفر چند نفر باقی موندن؟ هیچ کی نمونده، فقط از شاگرده یکی منم. خب که به آغازاده یاد دادم. آها بچه هاتون. یکی هم سبز میدانه. آه یعنی دو نفر؟ دو نفر، دیگه کسی نیه، اونا هم تو نمایشگاه هیچ جا شرکت نکردن. توی زنجان هم که رفتیم یکی دو نفر بیشتر کار دستی انجام نمیدن، دیگه دستگاه اومده و پوت همه پرسن دیگه. پرس؟ پرس چون چه فرقی داره پرس با اینی که الان شما دارین درست میکنی؟ با دست درست میشه. خب اونی که دستگاه مندازه یک نواخت داد میشه، یکی که با دست درست میشه هر کار کنی یه خورده خم کج میشه. درسته. کار دست ارزش این خیلی بیشتر از دستگاهه. چرا؟ به خاطر اینکه اون برق و خودش قالب میزنه. بله. ولی اینجا روش کار میشه، یعنی تک تک ضربه میخوره آب دیده میشه. درسته؟ بله. 500 تا چاکوش میخوره. یعنی الان 500 تا چاکوش خورده تا شده یک دانه. مگه شمردین؟ دیگه این آقا 500 تا چاکوش داری تا شده قوری و پارچ و چیا درست میکنی؟ هرچی دو هرچی سفارش بده. هرچی بخواد، از گلابکش، خب پارچ، لیبان، فقط یک آفتوها بجنورد درست نکردم با پارچ. آها. قلفت اون باید زیادی. اولین چیزی که درست کردی یادته چی بود؟ اولی قلفت. قلفت چی هست؟ قابلمه. آها. اون باید ما گفتن قلفت. قلفت. دیچه. خب تشت. چند سالت بومدی توی بحث مسکری؟ از 7 سالگی پدرم دست ما گره برد مسکری گذاشت. پس پدرتون شغلش چیز دیگه بوده؟ پدرم زغالسوز بود. آه زغالسوز. سفید میکنن. برای چی سفید میکنن؟ نشادر. نشادر و قلب. خب میدونم برای چی این کارو میکنن؟ نمیشه تو اون مثل که سیاه رنگ شده چیزی خورد؟ نه، تلخ میکنن. غذای تلخ میکنن. آها. همون نشادر رو همون نشادر خنثی کننده یک قلم که برای سفیدکاری. بله، قشنگ سفید میشه. هر چند وقت یه بار باید این کار انجام داد؟ سال یه بار باید سفید کرد. یعنی هر کی مس داره سال یه بار باید اونو سفید کنه. زمان قدیم که اینجوری بود، حالا پرسیا زود سیاه میشن. آه اونا باید زودتر باز چیز کرد. بله. اگه سیاه باشه ضرر هم داره فکر میکنم. ضرر داره. بله. درسته. بله. بعد خدمت شما عرض بکنم که این مسی که شما الان دارین آماده میکنین مربوط به خودتون هست، خراسان شمالی هست، یا اینکه با جای دیگه مثل کرمان و یزد و کاشان فرق داره؟ نه، ما از تهران هم خرید میکنیم، از زنجان هم خرید میکنیم. مثل اصلی رو میگید؟ نه نه، قالباتون با جای دیگه فرق نه. داره؟ دست دیگه، ما قالب نداریم، فقط الگو من دسته. بسیار. قالب مالب نداریم ما. خیلی قشنگ آخه درست کردین، اینو تحت میخواد خودش، خیلی کار جالبیه. خب چند نفر اینجا کار میکنن؟ دو نفر، دو تا آقازاده. دو تا بچه هاتون با خودتون؟ با خودتون. من جداگانه. جداگانه خودت برای مغازه، بچه هم براشون کار
به هر حال اندیشیدین و کار دارن. کار خیلی خوبه. قدیمی ها یکی از کارهایی که انجام میدادن حرفه خودشون رو سعی میکردن به نسل بعدی منتقل کنن، بچه هاشون هم بیان تو اون حرفه و کار رو تلاش بکنن. هرچند متاسفانه ما تو زمینه صنایع دستی در فقر کامل داریم به سر میبریم و جوان ها کمتر استقبال میکنن از صنایع دستی. علتش هم اینه که به هر حال کاری که انجام میشه و همین قوری یا همین لیوان پارچ ساعت ها وقت نیازه تا آماده بشه و خب اون اتفاقی هم که باید بیفته نمیفته و مبلغی که دریافت میکنن در برابر کاری که دارن انجام میدن خیلی ناچیزه. ولی باید به هر حال همت کرد و این در واقع صنایع دستی رو زنده نگه داشت و بتیم استفاده کنیم. حاج آقا دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. از محبتتان ممنون. همیشه تو زندگی و تو کارتان موفق و شاد باشید. سلام خدمت بینندگان برنامه همسفر، من رضا حسن‌زاده هستم، مدیر واحد تولیدی آب نبات بجنورد سوغات ارزنده خراسان شمالی. در حال حاضر در این واحد تولیدی بیش از 15 نفر مشغول به کار هستند و روزانه مقدار زیادی آب نبات یا شکر پنیر با طعم‌های مختلف تولید و عرضه و مصرف کننده های زیادی رو به خودش این محصول اختصاص داده. تفاوت آب نبات یا همون شکر پنیر با نقل در افزودن طعم دهنده های طبیعی مثل هل، نارگیل، دارچین، کنجد، مغز پسته، زرشک، لیمو عمانی و گل محمدی و عطاری های گیاهی ارگانیک دیگه ایه که در نقل امکان افزودن این گونه طعم دهنده ها به محصول وجود نداره. خراسان شمالی به خاطر شرایط اقلیمی سردسیری دارای مصرف کننده های زیادی از دمنوش های گیاهی است که به خاطر همین قضیه مصرف کننده ها بیشتر تمایل به استفاده از چاشنی هایی مثل آب نبات و نبات و کشمش و قیسی و چاشنی های دیگه ای دارن که در رأس همه اونها پرطرفدارترین این چاشنی ها آب نبات بوده از قدیم و وجود عطاری هایی که در این اقلیم هست باعث شده که این محصول تنوع خیلی بیشتری در نسبت به شهرهای همجوار خودش و یا تولیدی‌های خودش در استان‌های دیگه داشته باشه و همچنین وجود استادکارهای ماهری که سالیان سال این صنعت رو اداره کردن و انجام میدن باعث شده که این محصول در این خطه با بالاترین کیفیت و مهارت خیلی بیشتری تولید و عرضه بشه.
حسن زاده، چند ساله که توی بحث آب نبات سازی هستین شما؟ شغل پدریه یا اینکه خودتون از صفر شروع کردید؟ بله، این شغل پدری منه و ما آبا و اجدادمون همه بیش از 60-70 سال به این شغل تخصص داشتن و خود من هم بیش از 30 ساله که از دوران نوجوانی مشغول به فعالیت در این صنعت هستم. مسافر یا گردشگری که برای خرید آب نبات میخواد بیاد مثلا تو شهر، همه جا در دسترسه یا شما راسته‌ای دارین که مثلا راسته آب نبات ساز است؟ خوشبختانه تمام فروشگاه‌های اطراف شهر و کارگاه‌های تولیدی داخل شهر همه شعباتی دارن که در هر نقطه از شهر که مسافران قصد اسکان داشته باشن یا قصد تردد داشته باشن، به راحتی این محصول در دسترس هست و قابل خریدن است. معمولا ما تولید کننده ها رو به دو روش، سنتی و سنتی میشناسیم. شما از کدوم هستیم؟ ما به خاطر اینکه سالیان تخصصمون در روش سنتیه و بیشتر طرفدارای ما این روش رو پسند میکنن، سعی میکنیم که در همین روش خودمون باقی میمونیم و روش سنتی رو استفاده کنیم. مراحل تولید نقل رو هم بفرمایید. به چه شکلی؟ ببخشید، آب نبات. بله، عرضم حضورتون، آب نبات مرحله اول، مواد اولیه‌اش که شکر 100% خالص استفاده میشه، شکر در پاتیل‌های 50 کیلویی به تبدیل به شربت میشه. این شربت در درجه حرارت بالا اونقدر جوشانده میشه تا به درجه تغلیظ برسه. بعد از اینکه شربت ما یا خمیر مایه ما آماده شد، بعد از سرد شدن آماده افزودن طعم‌دهنده گیاهیه. طعم‌دهنده های گیاهی بعد از خنک شدن خمیر به خمیر اضافه میشن و مرحله ورز دادن یا سفیدکاری اون مرحله بعدیشه. بعد از سفید شدن خمیر، لقمه های 2 یا 3 کیلویی به دهنه قالب اضافه میشه و خمیر به صورت نواری از دهنه دیگه قالب خارج میشه و در روی میزهای خنک کننده ما در زیر هوای سرد آماده برای خنک شدن میشه. بعد از خنک شدن و سرد شدن آماده برای بسته‌بندی در وزنهای 500 گرمی 1 کیلویی و ارسال به فروشگاه‌ها و شهرستان‌های دیگر. بجنورد به همین چیزا اسم خودش معروف هست یا شهرهای دیگه هم آب نبات دارن؟ یعنی به شکل همین آب نبات شهرهای دیگه ایران هم میشه دید؟ چون که پیدایش آب نبات از مرحله در قدیم بعد از تولید نبات شاخه بوده، یعنی آب نبات، نباتی که تولید میشده آبی از اون باقی میمونده در گذشته که آب نبات رو از اون شیره بازمونده تولید میکردن. این اسم از قدیم روش مونده، اما وقتی این محصول به شهرهای دیگه رفته، حالت پنیری بودن و شکری بودن این رو اصطلاحاً شهرهای دیگه بهش میگن شکر پنیر، که در شهرهای دیگه به نام شکر پنیر شناخته شده، ولی در بجنورد به این محصول آب نبات گفته میشه. سوالی که پیش میاد، شاید قند این محصول خیلی بالا باشه و برای همه استفادهش یه جورایی مفید نباشه، درسته؟ قند این 100% قند طبیعیه، ولی نسبت به قند حبه اونجوری که برای ما آزمایشگاه‌های ادارات بهداشت و غذا و دارو تحقیق کردن، مناسب‌تر از قند حبه. همچنین حالت اسفنجی و پفکی بودن آب نبات که با گرمی چای آب میشه در دهن، باعث میشه که آسیب کمتری به دندون بزنه. اما وجود کریستال‌های ریز در حب قند باعث میشه که مینای دندون به مرور سایده بشه و این مینا از بین بره و باعث از بین رفتن دندون میشه.
گردشگری که بخواد از آب نباتای شما خرید بکنه، قیمت بهترین و مهمترین در واقع امتیاز هستش. سوغات شما جزو گرمترین سوغات یا ارزانترین یا متوسط؟ خوشبختانه در کشور سوغات شهر ما هنوز به پای سوغات دیگه مثل گز و سوهان و پشمک اینا نرسیده و خیلی قیمت مناسبی داره. اینجوری که شما الان میتونید یک بسته نیم کیلویی آب نبات رو با 5000 تومان که برابر با قیمت یک پفک یا چیپس پفک تهیه بکنید، اما سوهان و یا گز رو نمیتونید به این قیمت تهیه بکنید. و به خاطر اینکه رقابت هم در شهر ما زیاد هست، خوشبختانه افزایش قیمت نداریم. سعی میکنیم که بالاترین کیفیت رو ارائه بدیم با پایین‌ترین قیمت که مصرف کننده ها راضی باشن. در پایان از هموطنان و مسافران عزیزی که از خطه خراسان شمالی عبور میکنن خواهش میکنم از جاذبه های گردشگری این شهر و این استان دیدن کنن و همچنین از سوغات ارزنده شهر ما مثل آب نبات، جاجیم، گلیم، کشک، قراقرود و سفره ایرانی، سفره خراسان دیدن کنن، بلکه مورد پسندشون قرار بگیره و سفر خوبی رو برای هموطنانمون آرزو میکنم. ما در مورد چارخ توی موزه مردم شناسی امارات مفخم صحبت کردیم و اینکه یکی از مشاغل سنتی و قدیمی شهر بوجنورد و استان خراسان شمالی بود. بعد خیلی خوب که جویا شدیم و پیگیر شدیم، دیدیم که هنوز این حرفه نه تنها توی موزه بلکه به صورت زنده داره اجرا میشه و هستن از دانی که دارن پاپوش میدوزن برای مردم. درسته؟ بله، در خدمت هستم. آقای محمدزاده، ما با مجوز پاپوش میدوزیم برای مردم. خیلی هم خوبه. سلام علیکم بینندگان. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان همسفر. حسین محمدزاده هستم که در حرفه چارخ‌دوزی مشغول به کارم در شهرستان بوجنورد. آره، تو کجایی تا شوم من چاکرت چارخت دوزم کنم شانه سر. توی موزم همیشه دقیقاً من خوندم. حالا اگه گفتی نیشه از کی بود خیلی خوب. همین داشتم کل بیک می‌کردم مولانا. آره، من اینا اتفاقا در نمایشگاه ها معمولا این شعر رو می‌نویسم، سردر می‌زنم و جایزه هم میدم به مردم. چون این شعر خیلی ها شنیدن ولی نمی‌دونن این شعر چیه، از کجا اومده. این شعر در کتاب فارسی قدیم بود که الان فکر کنم نیست. آه. و دید موسا شبانی را به راه کو همی گفت ای خدا و ای اله، تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت اله آخر. من فکر میگم چارقت یعنی چارقت. چارقت یعنی همین چارق، چارقی برات بدوزم، یعنی یه چیز با ارزش ترین چیزش رو می‌خواد به خدا هدیه کنه. هدف این بوده. درست. از مولانا بود دیگه. درست. از مولانا. مولانا شاعر قرن هفتم بوده. که من از همین موضوع استفاده کردم تو بحث ثبت سازمان یونسکو. یه تونستم ثابت کنم که چارخ یه چیز جدیدی نیست. در حدود 700-800 سال پیش در زمان که مولانا یا همون جلال الدین بلخی وجود داشته. درسته. که بعد به گفته مولانا قدمتش میرسه به زمان حضرت موسی طبق همون شعرش. بله. ما تونستیم از این بحث هم استفاده کنیم و بحث دیگه ای که از موادی که در چارقی که ما میدوزیم تمام قابل برگشت به طبیعت
محصولاتی که درش به کار میره، الیاف همه طبیعی، و تونستیم تو اون بحث سازمان یونسکو اینو ثابت کنیم. و یعنی شما الان به عنوان یک چارق دوز ثبت یونسکو شده کارتون؟ بله، چارق به نام خراسان شمالی، به نام خانواده محمدزاده ثبت سازمان یونسکو شده. پاپوش یا همون چارق، و همین که اشاره کردن بحث این که کاملا طبیعی از این چرم حیوانی ازش استفاده میشه. بهترین چرم چرمی برای هستش؟ این کار ببین، این چرم گاوی موضوعی میگن که خود این چرم هم باز به سبک قدیم سنتی ساخته میشه. درسته. که مرکز تولیدش هم همدان و زنجان و اصفهان الان. شما الان در کنار همین چارق دوزی، من میبینم که فروشگاهی هم دارید که کیف و کفش اصلا تولید خودتونه. بله. یعنی من دستی خدمت شما از کنم، ما افتخاره اینو داریم که به جرات بگیم تنها کارگاه تولیدی هستیم در کل ایران، شاید در کل جهان، که از قدیمی ترین کفش تا جدید ترین رو تولید داریم. علاوه بر اون کیف هم در کنار هر کاری که شما از چرم بشه تولید کنید. حالا چرم مصنوعی زیاد شده. من مخالفم و به هیچ وجه استفاده هم نمی کنم. یعنی هیچ کدوم از این محصولات رو کنم؟ همون چرم. چرم اصله؟ اصله، بله. بعد من دیدم که فندک میزنن یا کبریت میزنن، بالاخره روشن میگن اگه آتیش نگرفت چرم اصله. این آره، اونم میشه، بله. ولی متاسفانه بگم چین در اینجا هم اینقدر پیشرفت کرده که یه کاری میکنه که نه جمع بشه و اون بوی چرم طبیعی هم تازه بده سر ما هم میشه کلا گذاشته. متاسفانه این بحث کپی یا در واقع یه چیزی هم توضیح بدم که این کار خانوادگی ماست که از پدرم به ما رسیده. یعنی فرزندان کاملا دخیل هستن؟ خانمتون؟ عرض میکنم، من از پدر، من انتقال دادم به فرزندان، عروسام، کارگاه ما تقریبا یک کارگاه خانوادگی که دست جمعی کار میکنه. دست شما در نکنه. ممنون که صنایع دستی ارزشمند کشورمون رو زنده نگه داشتین، به این شکل دارین کار میکنین و زحمت میکشین. این فضای فروشگاه ما رو اگر نگاه کنین، حتما یه فضای مدرن و سنتی در کنار هم مدرن و سنتی رو من خواستم داشته باشم. حالا اینجا هم گاهم میشینم خودم کار میکنم، میخوام مردم بیان اون احساس قدیم رو از دست ندن. چون ما هرچی به قدیم برمیگردیم محبت ها بیشتر یادم میاد. ما از بیرون نگاه کردیم نمیخواستیم بیم داخل. اصلا. خب گفتیم که این چیز مدرنی هست، چی نشونو بیننده بدیم. دقیقا همین فکر رو من و همکارانم هم داشتیم. درسته. که نیاییم داخل فروشگاه و از همونجا برگردیم. درسته. ببخشید ذهنیت رو وقتی وارد شدیم دیدیم نه، دو قسمت کاملا مجزا و مدرن و سنتی در کنار هم هستن. اینا این دکور رو خودمون و بچه‌ها با دست خودمون ساختیم. این قسمت دست شما در شما از اینجا پا گذاشتیم میبر برگردین لااقل 100 سال پیش. 100 سال پیش مهر و محبت هم بیشتر بود، صفا و صمیمیت بیشتر بود. اون اجاق الان میان بعضی از این قدیمی ترا میشینن میگن یادش بخیر خونه ما چه اجاقی داشت، میشستیم نون و ماست میخوردیم، چای آتشی هیچ کمی هم نداشتیم. الان من دوست دارم اون فضا رو تو اون فروشگاه ایجاد کنم که الحمدلله
نیستم به دست بیارم اینا. الحمدلله دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. همراه و همسفر ما باشین در سراسر ایران و از جاذبه های دیدنی و گردشگری اون لذت ببرین. این بار استان خراسان شمالی، شهر زیبای بجنورد. تا فردا سوژه دیگه، حق نگهدارتون.